داستان ضحاک ماردوش. روزی روزگاری در دشت سواران مردی بود به نام مرداس. وی بسیار گرانمایه و جوانمرد و پارسا بود. او فرمانروای سرزمین دشت سواران بود که همه مردم از دستش راضی و خوشنود بودند. او هیچگاه از یاد خدا غافل نمی‌شد و همیشه از خدا می‌ترسید و پرهیزکاری می‌کرد. مرداس پسری داشت که ضحاک نام او بود. ضحاک بسیار شرور و ناپاک و پلید بود و برعکس پدر بسیار گناهکار و کارهای ناشایست انجام می‌داد. او از پدر بویی نبرده بود و جز آزار و اذیت و ظلم و ستم مردم چیز دیگری در سر نداشت. ایرانیان او را بیوراس می‌خواندند به دلیل آنکه در آخورش 10,000 اسب زیبا و قشنگ وجود داشت. ضحاک به داشتن این اسب‌ها بسیار افتخار می‌کرد و چون پدرش ثروت زیادی داشت، ضحاک خود را از همه بالاتر و بهتر می‌دانست. حتی آرزو می‌کرد که پدرش هر چه زودتر بمیرد تا بتواند جانشین او گردد و ثروت پدرش را تصاحب کند. خلاصه ضحاک شب و روز در فکر تصاحب ثروت پدر بود تا اینکه شیطان ناپاک و خبیث تصمیم گرفت از طریق ضحاک این بنده ناپاک و طمعکار به اهدافش برسد. این بود که روزی شیطان با ظاهری نیکو و فریبنده به نزد ضحاک رفت و به او گفت: ای ضحاک، بیا تا چند روزی با هم خوش بگذرانیم و به شکار برویم. مطمئن باش که خوش خواهد گذشت. پس ضحاک فریب شیطان را خورد و قبول کرد که با شیطان به گردش و تفریح برود. آنگاه ضحاک به اتفاق شیطان به مدت 10 روز به شکارگاه رفتند و در عرض این 10 روز شیطان پلید توانست با سخنان چرب و نرم مغز ضحاک را تهی کند و به او گفت: ای ضحاک، من سخنی به تو میگویم که به نفع توست، ولی باید سوگند بخوری که این موضوع را با هیچ کس در میان نگذاری. ضحاک قول داد که آنچه را از زبان شیطان بشنود گوش کند و به هیچ کس نگوید. آنگاه شیطان گفت: ضحاک، چرا کسی دیگر در این مملکت فرمان روا باشد؟ چرا پدرت که فرتوت و پیر شده فرمان روایی این سرزمین را بکند؟ این پند و نصیحت مرا قبول کن. بیا و این تاج و تخت و سلطنت را از پدرت بگیر. چون او تا وقتی که زنده است به تو که فرزندش هستی چیزی نمیرسد. به راستی تو سزاوار و شایسته حکومت هستی. ضحاک در جواب او گفت: آخر این عادلانه نیست. شیطان گفت: اگر سخن مرا گوش ندهی، از پیمان و سوگندی که در نزد من خوردی خار و ذلیل می شوی و پدرت ارجمند و بلند مرتبه می شود. پس همین که گفتم، تو جانشین پدرت شو که بد نمی بینی. ضحاک گفت: چگونه؟ شیطان گفت: او را نابود کن. ضحاک گفت: آنگاه مردم مرا قبول نخواهند کرد، چون کسی که پدرش را کشته باشد و جانشین او گردد، او را به شاهی نمی پذیرند. خلاصه آن روز شیطان آنقدر به گوش ضحاک خواند تا راضی شد و تصمیم گرفت به اتفاق شیطان پدرش را نابود کند. همان شب ضحاک به باغی که مرداس در آن به عبادت مشغول می شد رفت و چاهی عمیق کند. آنگاه روی چاه را با برگ‌های پوشاند. پس صبح زود وقتی که مرداس برای نماز وارد باغ شد، در داخل چاه عمیق افتاد و در دم جان داد. ضحاک خوشحال و خرسند از اتفاقی که برای پدرش افتاده بود و روی تخت سلطنت نشست و حکومت را در دست گرفت. از ظلم و جور او مردم به تنگ آمده بودند. شیطان دست از سر ضحاک بر نداشت و دوباره به فکر طرح نقشه‌ای فریبنده افتاد. روزی در حالی که به شکل جوانی آشپز در آمده بود، خود را به دربار ضحاک رسانید و گفت: ای فرمان روا، من آشپز ماهر و زبردستی هستم. اگر تو اجازه بدهی من در دربار تو خدمت کنم و از هنری که دارم تو را بهره‌مند کنم. ضحاک پذیرفت و بسیار شادمان شد. به وزیر خود فرمان داد که کلید آشپزخانه ضحاک را به او بدهند. شیطان مدتی به پخت و پز مشغول شد و انواع غذاها را میپخت و برای ضحاک میبرد. ضحاک نیز بسیار خوشش میآمد و از او قدردانی و تشکر میکرد. تا اینکه یک روز شیطان یک مرغ و یک بره و روز بعدش یک گاو را پخت و آنها را آغشته به زعفران و گلاب کرد و نزد ضحاک آورد. ضحاک مقداری از آن غذا را خورد. پس رو به شیطان کرد و گفت: ای آشپز، تا کنون من کسی را ندیدم که غذایی به این خوشمزگی درست کرده باشد. آفرین بر تو که چنین هنری داری. اکنون بگو که چه آرزویی داری تا من آرزویت را برآورده کنم. شیطان گفت: من آرزویی ندارم جز اینکه بوسه‌ای بر شانه مبارک شما بزنم. ضحاک
قدری فکر کرد و گفت: بسیار خوب، به نزد من بیا و شانه هایم را ببوس. شیطان همین که بوسه بر شانه ضحاک زد، بلافاصله جای بوسه شیطان دو مار سیاه پدیدار شدند و شیطان همین که بوسه زد ناپدید شد. ضحاک بسیار اندوهگین شد و دستور داد که با شمشیر این دو مار را قطع کنند، اما هرچه این دو مار را قطع می کردند باز ظاهر می شدند. ضحاک هرچه پزشک بود جمع آوری کرد و چاره کار را از آنان خواست، اما هیچ کس نتوانست دوای درد ضحاک شود، تا اینکه روزی شیطان به شکل پزشکی درآمد و خود را به ضحاک رسانید و ادعای دانایی کرد و به او گفت: اگر می‌خواهی از شر آنان در امان باشی و آسوده شوی، باید خوراکی از مغز به آنها بدهی و دوای درد تو جز مغز آدمیزاد چیز دیگری نیست. ضحاک از آن روز به بعد به وزیر خود دستور داد که هر روز دو جوان را بکشند و از مغزهایشان خوراکی درست کنند و به مارها بدهند تا آرام شوند. از اینکه تا آخر داستان با ما همراه بودین سپاسگزاریم. لطفاً با لایک و نظرات زیباتون ما را همراهی کنید.